در کنار همه این حمایت ها موج جدید و بی ای از حمایت هنرمندان ایران از معترضان در رسانه های اجتماعی آغاز شده بازیگران سینما تلویزیون و تئاتر آهنگسازان نوازندگان موسیقی نویسندگان همراه و همزمان با معترضان پیام هایی رو در رسانه های اجتماعی در حمایت از خیزش سراسری منتشر کردند آنها در این پیام ها بر حق اعتراض شهروندان تاکید کردند و از نیروهای امنیتی و انتظامی خواستند از سرکوب معترضان خودداری بکنند نوشین اینجا همراه من من تو شما رو در جریان آخرین واکنش ها و حمایت های هنرمندان و در واقع تو تمام عرصه ها نوشین داریم میبینیم هی لحظه به لحظه بله همراه بیشتر میشه دقیقا سیما مسئله اینه که هنرمند ها هم بخشی از این مردم مترس هستن در واقع مردم متعرضن هن و هنرمند ها هم بخشی از همون مردم هن. اونها هم دارن پا به پای مردم به این اتفاقات واکنش نشون میدن و اعتراض میکنن من یک بخشی از این واکنش ها رو انتخاب کردم مرورش کنم. اونهایی که هنرشون، سازشون، شعر و غرور و شعورشون زیر تیغ سانسور جمهوری اسلامی سلاخی شده بود این روزها در رسانه های اجتماعی از خیزش مردم ایران می‌نویسند می‌نویسند که در این چهل سال تمام تلاششون رو کردند تا با حاکمان سرکوبگر و سانسورچی متمدنانه با زبان هنر حرف بزنند اما دریخ که اونها زبانی جز نفری نزور و کشدار و دار نمی‌فهمند پانتا بهرام بازیگر سینما با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش نوشته بی ذره تردید بی لحظه ای توقف نه کنار مردم که ذره در میون این مردم هم. حامد بهداد هم در استوری اینستاگرامش در واکنش به صحبت های وزیر ارشاد که گفته بود بازیگرانی که در جریان اعتراضات اخیر حجابشون را برداشتند به فکر یک فعالیت دیگه باشند و همینطور خواسته که هنرمندان مردم رو به آرامش دعوت کنند نوشته نه به دعوت آرامشتون از طریق جمعیت هنرمند اندان. این نسل جدید مانند نسل ترسوی ما نیست و حق خواهیشون دل ما رو شاد و خنک میکنه و ما طرفدار اونهاییم علل خصوص زناشون بهداد در آخر میگه از صمیم قلبم خدا رو قسم میدم که هر زودتر شاهد مرگ وزیری چون شما باشیم پارسا پیروزفر هم اینطور نوشته کدوم آب مقدس این خونها را خواهد شست کدوم بهشت پاداش آتش این گلوله هاست اما امیر مهدی جوله تنز در اینستاگرامش نوشته شما نیشه یک تنز پرداز تلخی یک فیلم نامه استعاره یک شعر و ناله یک ساز رو هم تحمل نکردید جوله در ادامه می نویسه, دستتون مدام توی جیب ماست و اگه ناراحت باشیم راه خروج از مملکت رو نشونمون میدین. من یه دختر دارم دخترهای ما به محافظه کاری و صبوری و بزدلی پدرانشون نیستن حالا که نتونستم امروزشون را بسازم برای ساختن فردا پشت دستشون بازی میکنم جوله این متن رو همونطور که میبینین اون پایین صفحه در کنار عکسی با دخترش منتشر کرده سروسش صحت هم در صفحه اینستاگرامش تصویری معنادار از یک پنجره منتشر کرده که به سوی دریا باز شده و با هشتگ محسا امینی نوشته نشستم و فکر کردم چرا لال شدم چرا قلبم خونه اما صدام در نمیاد یعنی میترسم صحت در ادامه نوشته به خودم گفتم معلومه که نه ولی دروغ میگفتم میترسیدم من با ترس بزرگ شده بودم من حرف زدن و شجاعت رو اصلا یاد نگرفته بودم و حالا بچه های دهه 80 معلم من شدن میدونم که باید دست معلم رو بوسید و همراهش بود کیهان کلهور موسیقیدان سرشناس و نوازنده به نام ایران در یک رشته توییت نوشته که سالهاست از کشتار شکنجه ترور خفقان از بریدن نان اهل علم و فرهنگ از بلای سانسور از تبعیض و فساد و همچنین از عشق و انسانیت و اتحاد میگه کلهور خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشته ما ایرانیان نه مظلومیم و نه ظالم پربر. ما بر خلاف شما متمدنیم در این چهارده سعی کردیم با شما هم به جای زبان نفرین و ادام به زبان فرهنگ برخواسته از تمدنمون سخن بگیم اما پیداست که نیاموختید او از همکارانش هم خواسته هیچ کنسرتی رو لغو نکنن که یان یعنی کلهر در ادامه نوشته لغو و عدم اجرای برنامه های فرهنگی خواسته کسانی است که از اجتماع و اتحاد و تعالی و تفکر مردم می‌هراسند امین تارخ بازیگر سرشناس ایرانی هم از جمله اولین هنرمندانی بود که با انتشار عکس مهسا امینی به ملت ایران تسلیت گفت و نوشت صبح ما تاریک است و روزمان تاریک در باشد که چنین نباد قلب بازیگر پرنده کوچک خوشبختی اما دیروز در بیمارستان از سپیدن ایستاد هنرمندی که آخرین آرزویش برای مردم ایران این بود به امید پایان این مرگ ها در ادامه هم برمیگردم به سیما ممنون از نوشین